سلام، خیلی مخلصیم، دم همتون گرم. این ویدیو میتونه یه ویدیوی کاملا متفاوت از روند زنبورداری باشه، اما به نظر من خیلی میتونه مفیدتر باشه واسه دوستایی که میخوان زنبورداشن یا تازه زنبورداری رو شروع کردن یا بالاخره میخوان این روند زنبورداری رو پیش بگیرن تا حرفه‌ای بشن. عزیزای دل، بعد اینو بهتون بگم که زنبورداری یک روند طبیعیه، یک موجود وابسته به طبیعت، به اقلیم، به اون شرایطی که داره داخلش زندگی میکنه و هر گونه دست بردن و هر گونه دست بردن و دخالت تو این روند طبیعی میتونه نسلهایی رو ادامه بده که شبیه به نسل قبلی باشه. یعنی شما اگه یک نسل ضعیف داشته باشین و بخواین با دست بردن و به زور اینو تقویت کردن، میتونه نسلی مثل خودش ایجاد کنه. حالا توضیح میدم راجع به این موضوع. بیشتر صحبت ما واسه این سری از دوستانم میتونه باشه که تازه دارن وارد این کار میشن یا تو این کار وارد شدن، میخوان پیشرفت کنن یا میخوان حرفه بشن. بچه‌ها، شما هنوز تجربه کندوی 3 قاب، 2 قاب، 5 قاب، 10 قاب رو ندارین. یه هویی نخواین یک شبه برسین به یک کندوی 3 طبق، 4 طبق. اینها هر کدوم شرایط و ضوابط نگهداری خاص خودش رو داره. باید تجربه بشه، باید کندوتون یه بار مثلا 3 طبق باشه، بریزه بشه 5 قاب، شما بدونین چیکار دارین میکنین، دوباره بتونین برسونینش. میدونین دارم چی میگم؟ باید مرحله به مرحله تجربه بشه، باید مرحله به مرحله آزمایش بشه، بتونین خودتون رو باش وقت بدین و عکس العمل های خاص خودش رو نشون بدین. خودتون رو مقایسه نکنین با دوستانی که 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال کارشون زنبورداریه. عزیزای دل، اونها دیگه به صورت روتین یه کارایی انجام میدن، به صورت چشم بسته، یعنی چششون رو ببندی میتونن یه کارایی تو زنبورداری انجام بدن. ولی شما هنوز راه دارین، هنوز شما باید با اخلاقیات متفاوت زنبور آشنا بشین. و یکی دیگه از روی من با این دوست از و این سری از دوستانی که میخوان زنبور رو انگار که مثلا تو ماشین مثلا بنزین معمولی، بنزین سوپر بریزی سریعتر راه بیفته، این حالت میخوان زنبور رو وادار به افزایش کنن با راه‌های متفاوت. یعنی یه زنبور میبینن که مریضه، یه زنبورایی میبینن چی بیا ما چیکار کنیم که تلفاتمون کمتر شه، یا مثلا ما چیکار کنیم افزایش جمعیتمون خیلی بیشتر بشه، ما چیکار کنیم که مثلا یهویی کندوامون بره رو طبق، تخمریز بشه وسط تابستون، وسط بهار، وسط پاییز، زمستون. میان از استفاده از یه چیزهایی میکنن، یه داروهایی، یه مکملهایی. بچه‌ها، موضوع ما درمان نیستا، موضوع ما تکامله، موضوع ما این وسط کاره، نه درمان، نه چیزی. میخوان به زور و بلا با استفاده از چیزایی که داره قانون طبیعت زنبور رو میشکونه، میخوان این کارا رو انجام بدن و پیشرفت کنن. بچه‌ها، زنبور کلاً طبیعت قانونش اینه که ضعیف باید از بین بره، وگرنه ضعیف همزادی مثل خودش ضعیف‌تر پرورش میده. زمانی که شما زنبوری دارین که متناسب با طبیعت نیست، متناسب با اون اقلیم نیست و داره ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر میشه و داره رو به اتمام کار میره و شما هر کاری میکنین دیگه نمیشه، میرین از راه‌های متفاوت استفاده کنین، شما دارین یک زنبور ضعیف و صرفاً تا یک مرحله‌ای قویش میکنین، نه اینکه ذاتاً قویش کنین. شما فقط دارین رفتارش رو قوی‌تر میکنین. با اون رفتار اون ملکه، اون زنبور میاد یک زنبور ضعیف‌تر از خودشو پرورش میده، بیمارتر از خودشو پرورش میده. ولی چی؟ وابسته به دارو، وابسته به مکمل، وابسته به یک چیزهای خارجی. و این کار چه اتفاقی میفته؟ شما مدام فقط باید تغذیه کنین، مدام باید مکمل بخرین، مدام باید پول خرج کنین، مدام این زنبور رو باید برسین تا به شما بخواد بازدهی بده و هی نسلش بعدیش بدتر میشه. شما الان با یه مکمل به طور مثال 10% کارتون انجام میدین، نسل بعدی بعد مکمل 30% استفاده کنین، نسل بعدی مکمل 50%، و همینطور این ضعیف وابسته تر، ضعیف تر تموم شده رفت. شما هیچ تجربه از زنبورداری نداشتین، شما فقط یک تجربه نگه پرستاری از یک کندوی بیمار رو داشتین. اون وقت میان میبینین از زنبورای اصلیتون جا میمونین، زنبور ضعیف نرش پرورش پیدا میکنه، تعدادش میره بالاتر، میره تو کندوهای دیگه تون و این ضعیف هی گسترش پیدا میکنه و مثل یک انگل کل اون کلونیاتون از بین میبره. اصلا هیچ تجربه دیگه از زنبورداری طبیعی ندارین. بچه ها، اینقدر دست توی کار طبیعت نبرین، بذارین یه چیزایی به خودی خودش پیش بره. من گاهی اوقات مثلا میشنوم
اصلا تو خارجی ها میشنوم. بذار اینجوری نگیم که الان دوستان خود آقا ما اصلا توی یک اصلا یک کسا اصلا تو ایران نیستن، اصلا مثلا توی یک اصلا توی یه جای عجیب غریبی هست. برمیگردن مثلا میگن من میدونم این زنبور الان نیاز به فلان ویتامین یا فلان آمینو اسید داره، من نمیدونم کدوم آزمایشگاه رفته یه زنبور رو بذاره ازش آزمایش خون بگیره تا بفهمه چی تو خونش کمه یا تو چی توی. بعد دو روز بعد میان همون خارجی ها همون همسایا آره ما یه دارو تولید کردم که اون کمبودو حل میکنه. آفرین چقدر زود به نتیجه رسوندینش، چقدر زود این اتفاقات افتاد، آزمایش شد، فهمیدین چی کم داره، اونم دادین، اونم جواب داد در جا. همش توی یه هفته، همش توی یه ما بچه یه ذره منطقی فکر کنین. اصلا من نمیگم به ما گوش بدین، نمیگم به کسی گوش بدین، چی منطقی. لطفا برین تحقیقات خارجی هم بخونین، تحقیقات کشورهای دیگر هم بخونین، کسایی که توی این چیا آزمایش کردن. شما الان امروز میای با اسید فرمیک 30% میزنی کنات میمیرن، میبینی سال دیگه بعد اسید فرمیک 60%، 70%، 100%. خب این پیشرفت اسید فرمیک پیشرفت شما نیست، این کاهش قدرت چیه؟ زنبوراتونه. این وابستگی به این موضوعاتونه. دوست عزیز مثلا میاد میگه من الان این داروی اسید زدم زیاد راضی نبودم، برم اینیکی هم تست کنم، برم اونیکی 30 مدل 40 مدل داری اسید میزنی، 30 مدل 40 مدل داری کنکشی میکنی، که این پدر زنبور رو در میاره، این داره وابستش میکنه، این اصلا کمکی نمیکنه. ما با دوستامون تو خارج داریم صحبت میکنیم در مورد کنکشی، ازش صحبت میکنیم میگه مگه دارو میزنم؟ میگه خب ما یه دور کنکشی میکنیم دیگه، دو دور کنکشی میکنیم، یه دور اگزالی میزنیم تمام میشه. میگه زنبورت باید قوی باشه. اصلا تنها اصل موضوع زنبورداری جهان اینه که زنبور قوی باعث جلوگیری از بیماری میشه. ولی ما چیکار میکنیم؟ میایم با تکثیرهای بی رویه، نمیدونم میخوایم بدویم 10 تا کندومون رو بکنیم 100 تا کندو، هی تکثیر هی تکثیر هی تکثیر، کندوی سه طبق میشه سه قاب. خب چه فایده؟ خب اون یک اولین بیماری کارش از این تمام میش میکنه. اصلا زنبور رو نمیذاریم به قدرت برسه، نمیذاریم به چی برسه. میخوام اینو بهتون بگم بچه ها یه ذره آرومتر. حالا درسته پیشرفت خوبه، نمیگیم پیشرفت بده، اما بذارین این تکامله طی بشه. دوست عزیزمون امسالی که مثلا 5 تا کندو خریدی، به فکر 50 تا کندو توی سال بعد نباش، یه پله جلوتر 5 تا کندو بیشتر بذار تجربه کنی، بذار این حس کندوی قوی داشتن، این که بتونی یک تکثیر طبیعی داشته باشی، این که بتونی به طور مداوم کنترل کنی، نه اینکه دست ببری. میگم کل اصل زنبورداری کنترله. ما کنه رو کنترل میکنیم نه درمان، ما بیماری رو میتونیم کنترل کنیم نه درمان. اصولا درمان ها با چیزهای سمی تره، با چیزهای قوی تره، اما با یک کنترل خوب، یک تغذیه درست. آها یه بحث خیلی مهمی که دوستان از ما سوال میکنین، از هر 30 تا سوال چه پروتئینی چه مکملی بدیم، بعدا ما بهتون میگیم شربت بدین، میگین نه زنبور ما باید طبیعی پرورش بده، اصل ما طبیعی باشه، بعدا 30 مدل پروتئین مکمل بهش دادی. خب این چه طبیعیه؟ ما توی زنبورداری هر ایجاد بیماری، اصلا توی دنیا این شکلی، هر مشکلی یک روند طبیعی داره، یعنی یک جایگزین درمان طبیعی وجود داره. برگشت دوست عزیزم میگه شهد کمه چیکار کنم؟ میگیم شربت بدیم، نه شربت خوب نیست. خب پس چیکار میخوای بکنی؟ زنبورت گشنه است، زنبورت عسل میزنه، عسلش رو میخوره، چیکار کنم؟ خب من میخوام بگم چیکار کنی، بشینیم باهاشون صحبت کنین، موضوع ترمونی که آقا کمتر عسل بخورین. خب نه عزیز من، باید بهشون تغذیه کنی و تغذیه طبیعی جایگزین شهد شربت شکره و به مقدار مناسب و کنترل شده میتونه مفید باشه و چه بسا مفید باعث افزایش کارایی کندو و همچنین افزایش میزان کلونی و گسترشش باشه. به ما میگیم مکمل پروتئینی، غذای آمینو اسیدی، اینا چی میتونه باشه؟ ما میگیم گرده گل. نه نمیخوایم دستی بهشون بدیم. پس چی میخوای دارو بدی؟ دارو دستی نیست، دارو از گیاه. نه عزیزه، گرده جایگزینه، کیک گرده جایگزینه گرده طبیعیه. شما با دادنش و گردهای متفاوت، نگه داشتن گردهای متفاوت فصول مختلف و مخلوط اونها با پودر شکر و آب، حالا عسل یا یه مقدار سرکه، میتونه جایگزین مناسبی واسه یک کمبود گرده تو فصول کاهش گلهای گردزا باشه و همین موضوع باعث کنترل میشه. دوستان کنترل کنترل کنترل، همه چیش بر اساس همین موضوعه. دوستان قدیم مثلا با یه ذره
سرکه اون مشکل زنبور حل میشد. الان دیگه اون سرکه دیگه کار نمیکنه. چرا؟ چون تو 30 روز تابستون سرکه ریخته، تو 30 روز تابستون آب لیمو ریخته، چی ریخته دیگه کار نمیکنه. زنبور عادت کرده. مواظب باشین بچه ها، انقدر نخواین این مسیر روند تکامل و پیشرفت توی زنبورداری رو بدوین. نخواین با تاکسی برین، نخواین با مکمل داروها و مواد شیمیایی و هزار تا چیز دیگه برین، چون 99% بریم بخونین، بریم بخونین، 99% این موارد اثبات شده نیست و فقط و فقط توی آزمایشگاه به یه جوابایی رسیدن ولی هنوز به صورت علمی آزمایش نشده. که من الان بیام به شما بگم ویتامین C بدن زنبور من کمه، بیام بهش آب پرتقال بدم خوب بشه، این شکلی نیستش. لطفاً خیلی آروم آهسته با هم پیش بریم. نتایجی که ما تا الان گرفتیم همیشه راضی بودیم. صحبت ما با اون دوستان نیست که هزار تا کندو دارن، اونا خودشون استاد ما هستن، اونا خودشون بلد کار هستن، میدونن ما چی میگیم، اونا خودشون میدونن ما چی میگیم، اونا هدفشون متفاوته. دارین از یکی یاد میگیرین، ببینین هدفش توی کار چیه. کسی که هدفش تولید عسله یک نوع رفتار متفاوتی با زنبور نشون میده. یکی که هدفش تولید کندوی، تولید ژله یا تولید زهره، هر کدوم اینها رفتارها و اعمالی رو انجام میدن که متناسب با هدفشونه، متناسب با کارشونه. رفتار ما یک زنبورداری طبیعی، ارگانیک و خانگیه، یک جانشینیه، جوری که بتونیم یک تکامل و یک پیشرفتی توی زنبورداری به صورت پله پله داشته باشیم تا پیشرفت کنیم و گسترش بدیم با سرعت متناسب کنترل شده. خیلی دوستتون دارم، خیلی مخلصیم، دم همتون گرم.